چند تا مهارت رو میخوام بهتون معرفی کنم که اگر من خودم اوایل مسیر پیدا کردن کار، حالا میخواد استخدام شدن باشه یا فریلنسر یا قبول کردن پروژه، اگر اوایل مسیر بودم حتما سعی میکردم این چند تا مهارت رو خیلی خوب یاد بگیرم و ازشون استفاده کنم. اولین مهارتی که طراحی گرافیک باید به نظرم خیلی خوب اون رو بلد باشه طراحی لوگوه. به عنوان کارفرما، کسی که پورتفولیوی شما رو نگاه میکنه دوست داره که لوگوهایی از شما ببینه که شما اومدید مفهوم برند یا هویت برند رو در لوگو نشون دادید، نه صرفاً یک لوگویی برای یک کافه که یک فنجون توشه و یک لوگوی خوشگلی. ما در دیزاین چیزی به نام قشنگ بودن، خوشگل بودن یا خیلی احساسی بودن نداریم. لوگوهایی که برای شرکت‌های بزرگ و کسب و کارهای بزرگ طراحی میشن از این جهت لوگوهای بسیار خوبی هستن، چون مفهوم کسب و کار رو خوب میرسونن، ضمن اینکه نقش طراح گرافیک یا اون مسئله‌ای که حل کرده رو هم به خوبی نشون میدن. سعی کنید از این گونه لوگوها یا اینجور لوگوها رو تو پورتفولیوتون قرار بدید حتما. اگر میخوام مثال بزنم برای استودیویی که همچین لوگوهایی رو بسیار خوب طراحی میکنه، استودیو لندوره که لوگوهایی مثل سیگیت، فدکس و همینطور سیتی بانک رو طراحی کرده و شرکت‌های بزرگ دیگه‌ای که لوگوهاشون رو بهتون نشون میدم. متأسفانه تو ایران خودمون همچین استودیویی وجود نداره که به لوگوی سازمانی شناخته شده باشه، ولی اگه بخوام یه نفری که ایرانی باشه بهتون معرفی کنم، آقای بختیاری فرد بسیار نمونه خوبیه. یه چند تا از لوگوهایی که ایشون طراحی کرده رو هم به شما نشون میدم اینجا. البته این توضیح من به این معنی نیست که لوگوهای غیر سازمانی یا برای کسب و کارهای کوچک لوگوهای به درد نخوری هستن و اصلا لوگو نیستن، بلکه من هدفم اینه که از دید کارفرما چه لوگویی بیشتر اهمیت داره برای استخدام یا بکارگیری فردی که طراح گرافیک میخواد براشون انجام بده. دومین چیزی که به نظرم خیلی مهمه یک طراح گرافیک بلد باشه، آشنایی با خطوط مختلفه، مخصوصا اگر بره خوشنویسی رو یاد بگیره، کامل به خطوط مختلف آشنا باشه، خیلی میتونه به کارش بیاد. حتی بعدها میتونه طراح فونت بسیار خوبی بشید اگر اصول و قوانین حاکم بر خطوط مختلف رو بهش آشنا باشید. من تو این سالها با آدمای زیادی کار کردم، ولی خیلی کم پیش اومده که از کار کسی بتونم تشخیص بدم که با خط آشناست. پس بلد بودن خط به آشنا بودن خط به نظرم مزیتی که اگر یادش بگیرید خیلی کم هستن کسانی که مثل شما اون کارو بلد باشن یا مهارت داشته باشن. نکته بعدی که بسیار مهمه اینه که شما به عنوان خالق یا کسی که چیزی رو میخواد خلق کنه، باید ابزارهایی که میتونید باهاش چیزهای مختلف در حوزه‌های مختلف خلق کنید بلد باشید. یکی ممکنه بره فتوشاپ رو خوب یاد بگیره چون که میخواد مثلا بنرهای تبلیغاتی طراحی کنه یا عکاس خوبیه. یکی ممکنه بره ایلاستریتور رو خوب یاد بگیره چون احتمالاً میخواد طراح لوگوی بسیار موفقی بشه. باید همه این ابزارها رو به نظرم یک طراح گرافیک بلد باشه برای شروع کار. برای کارفرما برای من خیلی مهمه که نرم افزار رو شما بلد باشید، نه اینکه بعد از ورود به در واقع شرکت من بخوام نرم افزار رو به شما تازه یاد بدم و بعد از اون کارهایی که نیازه رو به شما بدم تا انجام بدید. پس بلد بودن نرم افزارها به نظر من مزیت بسیار بزرگی. یکی از دلایلی که من شروع کردم به تولید محتوا همین نکته است. کسانی که حالا من دیدم 4-5 سال توی زمینه طراحی گرافیک فعالیت میکنن با خطوط آشنایی ندارن، خیلی چیزای دیگه‌ای که من فکر می‌کنم پیش‌فرض برای این کار رو اطلاعی ازش ندارن. بنابراین اومدم تولید محتوا رو شروع کردم و در ادامه هم کامل می‌پردازم، هم به خطوط، هم به تایپوگرافی، هم به کالیگرافی و هم به هر چیزی که مربوط به در واقع این موضوع میشه. سعی می‌کنم چیزی که بلد هستم رو در اختیار دوستان قرار بدم. یه نکته نهایی و یه جوری تیپ انتیری که این داستانم اینجا می‌خوام بهش بپردازم، اونم اینه که شما باید متناسب با شرکتی که دوست دارید توش کار کنید پورتفولیوی درست کنید که مناسب با کارهایی باشه که اونها میپسندن و انجام میدن. یه جوری چیزی رو به مخاطبتون نشون بدید که اون دوست داره ببینه. و هیچ مشکلی هم نداره اگر پورتفولیوهای مختلف داشته باشید در هر زمینه، مثلا در تصویرسازی یک پورتفولیو داشته باشید، در طراحی لوگو یه پورتفولیوی دیگه و یا حتی مثلا توی بسته‌بندی پورتفولیوی دیگه و متناسب با شرکتی که این کارها رو انجام میده برای اونها پورتفولیوی مخصوص به خودش رو بفرستی. هر سوال دیگه هم داری پایین همین ویدیو بپرس، سعی میکنم تا اونجایی که فرصت داشته باشم جوابت رو بدم. کانالم میتونی سابسکرایب کنی و همینطور زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهایی که هر هفته قرار منتشر کنیم اولین نفر با خبر بشی و ببینی. مخلصیم فعلا.